فرمان فلتشات در اتوکد جهت خروجی گرفتن دو بعدی از یک ترسیم سه بعدی استفاده می شود. خب ما خیلی اتفاق می افته که یک موضوع رو بیاییم به صورت سه بعدی ترسیم بکنیم، ولی حالا در زمان ارائه و پلات و پرینت نهایی بخوایم ازش خروجی های دو بعدی داشته باشیم. خب برای مثال من یک ترسیم رو شروع می کنم رسم کردن. ابتدا به جای محورهای X و Y و نمای تاپ ویو، نمای استابلیو ایزومتریک رو انتخاب می کنم. برای اینکه شما شکل من رو بهتر درک بکنید، شیوه ویژوال استایل رو روی گزینه کانسپچوال قرار میدم. حالا با فرمان باکس میام و یک ترسیمی رو با عنوان سمپل و نمونه اولیه انجام میدم. میگم که این هندسه اول من هست. حالا میتونیم قسمت هایی ازش خالی بکنیم یا قسمت هایی بهش اضافه بکنیم. فرض کنید که میخوام قسمتی رو ازش خالی بکنم، رنگم رو تغییر میدم و به عنوان سمپل یک رکتنگ رو میام روی خود موضوع ترسیم میکنم. میگم اون قسمت میخوام ازش خالی بشود. با فرمان پرس پول این قسمت رو انتخاب میکنم و حالا به اندازه‌ای که میخوام خالی بشود ازش سلکت میکنم. این میتونه یک مدل و سمپل شما باشد. همچنین میخوام یه قسمت‌هایی رو بهش اضافه بکنم. دوباره فرمان باکس رو اجرا میکنم و این بار در همین ضلع قسمتی رو بهش تا هندسه وسط یا مید پوینتش اضافه میکنم. حالا میخوام این رو کاهش بدم، انتخابش میکنم و با استفاده از گریپ ها میتونم از نظر سایز و اندازه مقداری ارتفاع اون رو کم بکنم. بنابراین شما هر شکلی رو میتونید داشته باشید و فقط این اشکال هندسه نیستن، طبیعتاً اشکال منظم هم قابل درک هستن. حالا میخواییم از این موضوعی که ترسیم کردیم خروجی های دو بعدی بگیریم و در یک مجموعه دو بعدی اینا رو داشته باشیم. من برای این کار اول رنگ رو تغییر میدم که موضوعی که جدید ایجاد میشه رو بهتر درک بکنید. ابتدا بیایید و یک فایل نیو دو بعدی برای خودتون ایجاد کنید. ما دیگه اینجا محور زد نداریم و فقط در راسته ایکس و ایگرگ داریم کار میکنیم. ناممون هم تاپ ویو هست. فرمان فلت شات رو اجرا میکنم. FL Enter. فلتشات به شما میگه که من میتونم خروجی رو به صورت یک نیو بلاک بهتون ارائه بدم. خب این خیلی کاربردی هست. همچنین آیتمی دارد که شما میتونید نوع خطوط، ضخامت، لایه و اینجور موارد رو تعیین بفرمایید که معمولاً طبق لایه این کار رو خودش انجام میده. یعنی مثلا میتونی بیا اینجا بگی خروجی من رنگش چی باشه یا نوع خطش. آیتمی دارد به نام obscured line. این obscured line اگر شما یک باکس رو در نظر بگیرید، خب خطوط تشکیل دهنده زیادی دارد. ما الان داریم از این زاویه دید فقط خطوط تشکیل دهنده اصلی رو میبینیم، خطوط پنهان رو دیگه نمیبینیم. در پشت این موضوع ما خط داریم که تشکیل دهنده این باکس شده. اگر این گزینه شو فعال باشد، شما در زمان خروجی گرفتن همه خطوط رو میبینید. خب این خیلی به دردمون نمیخوره، ما میخواییم حجم رو به این شکل کامل ببینیم. تیک گزینه شو رو بردارید، create رو بزنید، موضوع براتون تولید میشه. اینجا وقتی که شما اولین کلیک رو در صفحه انجام دادید، اتوکد ازتون سوال میپرسه. سوال اول میگه که نسبت به محور X زاویه و یا سایز رو تغییر بدم. ببینید تو پرانتز در خط فرمان گزینه 1 هست، یعنی هر سایزی که من باکس رو ترسیم کردم همون سایز به من خروجی بده. بنابراین بهتر است که شما سایزتون رو تغییر ندید و تناسبات 1 رو رعایت کنید. من کار رو با انتر تایید میکنم. برای محور Y هم همچنین یک انتر تایید.
برای زاویه هم یک انتر تایید. پس با سه تا انتر شکلم ثبت می شود. این ثبت وقتی شد حالا میتونید سلکتش کنید، به صورت یک بلاک است، کنترل سی رو بزنید، کپی کنید در این فایل دو بعدی جدیدتون، با کنترل وی اون رو وارد کنید. همونجور که میبینید ما در محیط دو بعدی یک ترسیم سه بعدی استاندارد داریم. خب میتونیم زوایای دیگر هم استخراج کنیم؟ بله، کافیه شما زاویه دیدتون از SW تغییر بدید به یک زاویه دید دیگر، هر زاویه‌ای که جزئیات بهتری برای نمایش دارد. همچنین من میتونم بیام و بگم نماها رو ازش بگیره. برای مثال اینجا یک نمای لفت رو میخوام ازش بگیرم. دوباره فلت شات رو اجرا میکنم. تنظیمات طبق گذشته خواهد بود، دیگه فقط create رو میزنم. موضوع که ایجاد شد با سه تا enter x و y و angle رو تایید میکنم. انتخاب control c بیاد در کار من، control v و اینجا ایجاد شود. همچنین یک نمای top view هم میخوام ازش بگیرم. پس نما رو به top تغییر میدم. دوباره یک flat shot. اگر یادتون باشه ما در دروسی مثل نقشه کشی هندسی یا هندسه ترسیمی بحث سینما رو داریم. این یکی از اون آیتم هاست که میتونید خیلی راحت سینماهاتون رو با دقت درستی ترسیم بفرمایید. پس پلان، ویو، پرسپکتیو. بریم یک ویوی دیگه هم میتونید بگیرید. برای مثال به جای تاپ من اینو پاک کنم دیگه، کپی شده. یک فرانت هم میتونیم ازش بگیریم، یا مثلا لفت یا رایت، ببینیم کدوم حالا فرانت بهمون بده. و دوباره فلات شات رو اجرا میکنم. کرییت، کلیک و کپی و پست. نکته، اگر در ترسیم سینما یادتون باشه من میام با یک خط زرد رنگ هیدن لاین اون خطوط راهنما رو ترسیم میکنم که متوجه بشید ما وقتی که داریم تایید میکنیم ایکس و ایگرگ و انگل رو معناش چه چیزی هست. این پلن کار منه. طبیعتا این قسمت که خالی شده است از نظر سایز اندازه باید احجام با هم یکسان باشن. مفهومش اینه که اگر من پلنم رو در بالا بذارم، بیام با گزینه ایکس لاین خطوط راهنما ازش بگیرم، ببینید این خط راهنما، این خط راهنما، حالا شکل بعدی که نمای فرانت هست کاملا باید بیاد زیر این بشینه، این مستطیل یا مربعه کاملا باید با این یکسان باشه. موو، اگر این آبجکت رو بردارم بیارم، شما میبینید که کاملا اجزا به یک تناسب هستند. دلیلش همون تأییدی هست که در زمان اجرا دارید میدید. پس به این شکل شما میتونید موضوعات رو داشته باشید. معمولا در ترسیمات سینما پلن رو میان پایین میذارن به این شکل. یک نمای فرونت رو در بالا میذارن و یک نمای لفت یا رایت رو هم در این طرف. حالا من میتونم یه ایکس لاینم اینجا روی زمین ترسیم کنم، یه ایکس لاینم برای ارتفاع این باکس تعریف. این همین باکس هست که کنار کار من. وقتی بیام اینجا ببینم با موو موضوع رو از اینجا بذارم روی این خط زمینه، همون جور که میبینید تناسبات ارتفاعی کاملا یکسانی رو داریم انجام میدیم. در نهایت هم معمولا گزینه پرسپکتیو در این قسمت کار قرار میگیرد. اگر خطوط راهنما رو بردارم، حالا من به وسیله فرمان فلات شات از یک موضوع سه بعدی خروجی های دو بعدی گرفتم که به راحتی میتونید در راستای پیلوت های سه بعدیتون ازش
و یا پلات های دو بعدی هم ازش استفاده بفرمایید.